عرض ادب و احترام مجدد در این قسمت از برنامه با کی هستیم؟ با سرکار خانم هما سرشار عزیز، روزنامه‌نگار برجسته با ما هستند. سلام بلند بالا دارم، خیلی خوش آمدید. خیلی ممنونم، درود بر شما. سلام خدمت فرهوده عزیز و همینطور عرض ادب خدمت همه شنوندگان خوب برنامه شما. ممنونم. خب عزیز، معمولا تو محیط‌های دانشگاهی تا به حال مثلا در دوره ما، از دوره ما به بعد، اصلا از دوره جنگ دوم، پایان جنگ به بعد دیگه، محیط‌های دانشگاهی، هربرت مارکوز بود، بسیاری از این شخصیت‌های خیلی معروف تو رشته فلسفه و اینا، مثل سارت، ژان پل سارت، سیمون دوبوار دیگه، برتران راسل، دانشگاه دنیا رو زیر تاثیر داشتن با پیام هایی که میدادن. گاهی وقتا بیانیه‌های 400 کلمه‌ای اونها مثلا خیلی 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 اثرگذار بود. خب شعارها بیشتر علیه جنگ بوده، یه منطقه بحرانی بود، اونها تلاش میکردن به شکلی این بحران رو خاموش بکنن. اگر دفاع از زندانیان سیاسی بوده، دفاع از صلح بوده، بعد ضدیت با جنگ ویتنام بوده. امروز کار به جایی رسیده که تو محیط‌های دانشگاهی به نفع ترور شعار میدن، یهود ستیزی باب شده تو خیلی از دانشگاه‌های اینجا، تو اروپا به همین ترتیب داره ادامه و نشون میده که یه ارتباط زنجیره‌ای بین همه اینا وجود داره، یعنی ابتدا به ساکن نیست، به شکلی ارتباط ارگانیک با هم داره. نظر چیه؟ داریم به کدام سمت، این دانشگاه به کدام سمت دارن؟ همین سال امروز از آقای دکتر میلانی میکردم در دانشگاه استانفورد. والا به نظر من دانشگاه هم مثل خب بالاخره بخشی یا یه نهادی هستن که مجموعه کسانی که در اونها هستن نمایندگان کشورهای مختلف، نمایندگان مردم مختلف و شهروندان مختلف هستن. جهان مدت هاست که دو قطبی شده های میبودی، شما خودتون هم قبول دارید. از کوچه ما، از خونه ما، از شهر ما شروع شده، به ایالت کشیده، به کشور کشیده، الان به جهان کشیده و این دو قطبی شدن در جایی باعث تأسف و تأثره که به قول شما مرکز فرهنگ و علم و آموختن و آموزش و تساهل و رواداری و اینها باید بود باشه و به همین دلیلم همیشه اگر که توجه کرده باشیم ورود پلیس به دانشگاه ها ممنوع بوده، برای اینکه میگفتن که همه تظاهرات صلح‌آمیزه، تو مخالفی میتونی حرفتو بزنی، مخالفت هم میتونه حرفشو بزنه، با هم میتونید بحث کنید، سر کلاس ها همینطور اگه با استادتون مخالفید میتونید حرف بزنید و این یه نمونه و یا یه الگوی زیبایی بود که برای دهه‌ها برای مردم جهان کار میکرد، کاربرد داشت. دانشجو حرفشو میزد به دلیل دانشجو بودن، به دلیل آگاهیش، به دلیل جوان بودنش که معترض معمولا حرفشو میزد، با استادش هم به قول خودمون یا کلکلشو میکرد، ولی دیگه این مسئله، این همه خشونت، مسئله صدمه زدن به محیط دانشگاه، مسئله خشونت‌های جسمی، تجاوزهای جسمی، جنسی به در محیط دانشگاهی، چیزی که اصلا نسل من و شما نمیتونه قبول بکنه. تهدید به مرگ، تهدید به مرگ و میگم مثلا یه پرده این وسط از پاره شده که حرمت محیط دانشگاه رو از بین بردن و این متاسفانه اتفاق تازه‌ای نیست آقای میبدی. این برای اینکه دانشگاه‌ها در آمریکا و در جاهای مختلف دنیا به اینجا برسن که امروز الان رسیدن، بیش از 2 دهه داره روی این کار میشه، برنامه ریزی شده است اینا همش و بسیاری از مواقع مثل الانم مسئولان دانشگاه ها، رؤسای دانشگاه ها، دانشکده ها، اینا به نظر من درست مثل دولت اسرائیل که در 7 اکتبر غافلگیر شد، چون فکر میکرد که همه چی آرومه، همه چی، همه دارن زندگی میکنن، اینا هم غافلگیر شدن در این اتفاق، این رویدادهای الان، برای اینکه هیچ انتظار چنین چیزی رو نداشتن. به همین دلیل هم بعضی از دانشگاه ها، رؤسای دانشگاه اصرار داشتن که پلیس دخالت نکنه، نه یا تو، ولی دو گروه مخالف هم موقعی که با هم همگنی ندارن، با هم دشمنی دارن، این دشمنی یک کسی یه حرکتی، یک موجی به اینا این رخصت هم داده که این خشونت خودشون رو بیرون بریزن، این خشم خودشون رو بیرون بریزن. خشم کوبنده در دو طرف نمیشه بگیم که یکی اینجوری بوده یکی اونجوریه. و این دانشگاه رو هم در واقع دو شقه کرده، استادان دانشگاه هم ناچار کرده یا مجبور کرده که انتخاب بکنن بین راست افراطی، بین چپ افراطی، بین طرفداران این کشور، بین طرفداران اون گروه. و این اتفاق بسیار بدیه، بسیار بدیه. من خیلی غمگینم از اون چی که دارم مشاهده میکنم این روزها و فکر میکنم که شاید آخرین سنگر شهروندان صلح‌طلب، آخرین سنگر شهروندانی که دلشون میخواست که قوانین رعایت بشه، دلشون میخواست که بحث و مجادله ها همه از روی اصول باشه، از روی مدنیت باشه، دیگه وجود نداره. آیا برمیگردیم به سابق؟ بعید میدونم. یعنی الان یک جایی باز شده، یک به قول معروف که میگن جینی از شیشه در اومده، مثل اینکه این اتفاقی که افتاده اون حرمت دانشگاه رو از بین برده. و من در کنار همین اتفاقاتی که گروه های راستی افراطی، گروه های مختلف جنگ طلب یا خشونت خشن و کسانی که خشونت ورز هرچند که چند ده هست که دارن در موردش کار میکنن، ولی اتفاقات اخیری که در خود آمریکا افتاده من فکر میکنم بی تاثیر نیست. انتخابات قبلی ما که به خشونت افتاده شد، بعد رخصتی که آقای ترامپ داد به این که طرفدارانش برزن تو خیابون و به کنگره برن، اینا همه اینا دست به دست هم دادن، همه جمع شدن و یک وضعیتی پیش اومده که هر کسی خودش رو حق به جانب میدونه و علاوه بر اینکه حق به جانب، هیچ ایرادی نداره که انسان ها خودشون حق به جانب بدونن، ولی به خاطر حق به جانب بودن میخوان طرف مقابل رو از بین ببرن. این مشکل اساسی است که الان وجود داره و بعید به نظرم میرسه به این زودی و به آسونی بشه این رو جمع و جورش کرده. این یه اتفاقی افتاده که ما اثراتش رو و نتایجش رو در آینده خیلی به صورت خیلی روشن می‌بینیم. دیگه دنیا نمیتونه به روز ما قبل 7 اکتبر برگرده، تمام شد. اصلا دنیا تاریخ ورق خورد، وارد یه دوره دیگه شدیم، به فاز دیگه، وضعیت جدید، رفتارهای تازه. ببینید اگر این تظاهراتی که در آمریکا، در اروپا الان شکل گرفته، در نهایت هدفش ایجاد صلح در خاورمیانه بود، همه تایید میکردیم، خوشحالم میشد. ولی تهش وقتی میبینید که شعار تنها راه الخلافت اسلامی شنیده میشه، وقت متوجه میشید که نه، پشت این ماجرا قدرت‌هایی هستن که دارن سرمایه‌گذاری میکنن روی این موضوع و از این به اصطلاح از این درخواست کشورهای غربی از پناهجویان خاورمیانه که بیاید به ارزش‌های ما تن میدید. وقتی میاد تو کشور ما ارزش‌های ما رو محترم بگید، کما اینکه ما ارزش‌های شما رو محترم می‌دارید. اینا چی گفتن؟ دیکتاتوری ارزش‌ها. میگن ما هرگز زیر این دیکتاتوری نمی‌ریم، ارزش‌های شما مال خودتونه، ما برای کشور شما خلافت اسلامی می‌خوایم. یا دیشب پرچم آمریکا رو در نیویورک آتیش میزنن به نام فلسطین و عکسش در تهران اتفاق بود، در ایران اتفاق بود، تو مراسم دیدی تو اون؟ نه، شب گذشته مردم پرچم فلسطین رو حواله می‌کردن به دولت. بله، توی استادیوم ورزشی. بله. یعنی درست عکسش در اونجا، با اینکه اونجا یک نظام مذهبی بر سر کار. یعنی دنیا دقیقاً اونا ستم کشیده مذهبن در ایران. اونا میدونن که مذهب سر کار. مردم ایران چقدر جلو افتادن از دنیا. بسیار. من تمام مدت دارم فکر میکنم که یک 15 خرداد در اروپا رخ داده. از روز شنبه گذشته وقتی پرچم خلافت اسلامی بالا رفت در قلب اروپا، همین شنبه هم که میاد قرار همون تظاهرات دوباره تکرار بشه، خلافت اسلامی، یعنی 15 خرداد. ما کی این پشت سر گذاشتیم؟ 45 خرداد سال پیش. خیلی چقدر وقت 45 سال پیش؟ 45 سال پیش که انقلاب شده. خب منم میگم 15 خرداد شروع شد. او 15 خرداد خمینی رو میگی 42 رو دارید میگید. درست میگید. خیلی میشه 48 58 سال از اون ور، دو سالم اینجا 50 60 سال. و الان اتفاقاتی که تو کلمبیا و اینا افتاده دقیقاً 15 خرداده. همون چیزا رو میخوان. همون درخواستا رو دارن از دنیا. و دنیا تازه امروز شاید بفهمه ما چی میگفتیم. چقدر درخواست میکردیم آقا مماشات نکنید، کنار نیاید، اینا غیر قابل اصلاح هستن، که ما رو درک بکنید. درک نکردن، امروز نمیدونم تاریخ همون بلا رو زاده سرشون میاره. یه قوانینی برای مهاجرت هست، برای همه چی قوانین هست، ولی برای مهاجرت هم یه قوانینی هستش که تو که داری میای، روزی که دارید میرید شهروند اون کشور بشید، شما سوگند میخورید به پرچم اون کشور و بعد سوگند میخورید به وفاداری به پرچم اون کشور و بعد از شما سوال میکنه اگه قرار باشه جنگ در بگیره شما یه مایلی میتونید میخواید که برای این کشور بجنگید. همین سوالا رو میکنن، چون اینا یه قانونی است که اگه تو مهاجرت کردی رفتی به یه کشوری بعد اونا رو رعایت بکنی. یعنی قرنها گفتند، سالها گفتند، دهه‌ها گفتند که آمریکا یک ملتینگ پات، یعنی یک دیگ هفت جوشه، میریزی توش چیزای مختلف و بعد یه آشی در میاد که این آش همه اونها رو در خودش داره ولی به یه فرم دیگه ای که اون فرم اون دیگه است. و من فکر نمی کنم که کسی حقانیتی بده به اونهایی که میان مهاجرت میکنن و میان به کشورهای اروپایی یا به کشورهای آمریکایی، به آمریکای شمالی، کانادا فرق نمیکنه، و بعد میخوان قوانین خودشون رو، قوانین شریعتی خودشون رو در اون کشور برقرار کنن. یعنی میان و اونجا شروع میکنن به مخالفت با حاکمیت اون کشور و با قوانین اون کشور. اینجا دیگه به نظر من از طرف دولت مردان و دولت زنان و حاکمیت و دولت و رئیس جمهور، هر کسی که میخواد، هر کسی که قانونگذار قوه قضاییه، اینجا دیگه رواداری جایز نیست، اینجا تولرانس جایز نیست. تو اومدی توی مملکتی باید به قوانین مملکت احترام بذاری، نمیتونی که بلنشی بری بگی که اینجا. الان یک ویدیویی هم نشون دادن که در انگلستان فکر میکنم یک نفر انتخاب کردن به عنوان نماینده شورای شهر، و بعد داره فریاد میزنه و داد میزنه که ما الان میخوایم در این شهر قوانین اسلامی رو خلافت اسلامی رو برگزار بکنیم. نمیشه که این درسته. شما شورای شهری به نمایندگی شورای شهری انتخاب شدی که باید قوانین مدنی اون شهر رو، قوانین قضایی اون شهر رو و قانون اساسی اون کشور رو بتونی حمایت بکنی، نه که از خودت یه چیز تازه‌ای بسازی. نمیشه. دنیا دیوانه شده آقای میبدی. یک بازار مارکتینگ خیلی عظیم دیجیتال داریم، مثلش عمره. امروز داشتم میگفتم OMR که جلسه سالانش در هامبورگه، از دو بخش تقسیم شده، یکی اکسپوشه، نمایشگاهشه، یکی کنفرانسه. شخصیت‌های موفق میان راجع به تجربیات تجاری خودشون بازرگان در سطح جهان صحبت میکنن. امروز خانم کیم کارداشیان میلیاردر شده دیگه، شرکتش و اینا با دعوت بود و اینا، داشت روی صحنه صحبت میکرد، وارد شدن محجبه، خانم محجبه یکی از این فاطمه الراها شروع کرده شعارهای ضد یهودی دادن به نفع حماس و فلسطین و اینها. ولی من در نهایت حیرت فکر میکردم کارداشیان غافلگیرش بشه، عکس‌العمل بد نشون بده، نداد. در نهایت صبر و متانت گذاشت رو اینا بیرون کردن. بعد امیدوارم که هر دو طرف در صلح آرام زندگی کنند، هیچ توضیح دیگه ای نداد و سخنرانیش ادامه داد، خند و اینام کرد، آره هروکر هم کرد. برمیگردیم با خانم هما سرشار عزیز هستیم در خدمت. دنیا دیوانه شده گفتیم، دیوانه دنیای دیوانه سه دفعه از همه بابت. حالا صحبت می‌کنم با شعار الله اکبر الله، نه اون تنها، نه اون هم هست و مسائل دیگه هم هست. خب برنامه رو میگیریم. ما هما جان هستیم، هما سرشار عزیز. خب هما جان میگفتید خب تتم سخنی داریم؟ نه تتم سخنی ندارم، فقط گفتین چجوری دیوانه شده. شما هرگز در طول زندگیتون، در مدتی که تو ایران بودید، در مدتی که تو امریکا بودین، اینقدر احساس ناامنی میکردید؟ هرگز. نه هیچ. من امروز صبح پلو پزشکم بودم که جراحه که کمر من رو عمل کرده بود برای 6 ماه، بعد ویزیت 6 ماهه. ایشون هم خونش توی حوالی وست‌وود اون طرف هست. گفت من جراحی داشتم صبح، 3 شب ما نخوابیدیم تا صبح. راست میگه، تو من محوطه ما 3 شب تمام هلیکوپتر میپرید و سرسره هلیکوپتر بالای سرتون دیوانه میکنه آدم، اصلا نمیذاره شب بخوابید. و گفت ما که اومدیم آمریکا، خب جوان اون موقع تینیجر بوده دیگه، دکتر جوانیست، گفت اصلا هرچی فکر میکنم به 1979 که اومدیم آمریکا، مثلا میبینم این مملکت و این کشور دیگه اصلا شبیه اون 1979 نیست، اونجایی که ما اومدیم نیست. و من این تعجب یا این تأثر و این غم که این مملکت انقدر درش باز بوده، مرزهاش باز بوده برای پذیرش مهاجرین و مهاجرین مختلفی که اومدن توی این مملکت اینجا رو ساختن، کسانی که با یه ایدئولوژی، با یه مرامی اومده بودن که داریم میریم در سرزمین امکانات، Land of Opportunity امریکا. در این حال اینکه میگید این چی فکر میکردی این هفته شنبه که گذشت، زمانی است که هر سال جایزه الیس آیلند رو میدن. الیس آیلند هم جایزه است که میدن به مهاجران برجسته، مهاجرانی که میان توی مملکت و برای این مملکت کار میکنن و یا برای کامیونیتی خودشون، یعنی هم شهر، هم کشور، هم وطنان خودشون یا جامعه خودشون یه کاری رو انجام میدن. من گفتم مثلا این تناقض، این اکسیمورانی که الان وجود داره توی این کشور، در یه گوشه توی جزیره الیس، در الیس آیلند دارن 100 نفر برجسته، مهاجر برجسته رو دارن قدردانی میکنن ازشون، بهشون جایزه میدن، مدال میدن، مدال برجسته میدن، کسانی که کمک کردن به هر سیستمی، یا از نظر مالی، از نظر فکری، از نظر آموزشی. و یه جای دیگه این مهاجران دارن اینا رو دارن پلیس دستگیر میکنه یا بچه های اونا رو، یا چون اغلب کسانی که تو فیلمانشون میدادن به نظر من دانشجو نبودن. نه، کسانی افراد سن و سال بالایی که به نظر میومد که دارن از بیرون وارد این جمعیت شدن. ولی خب بچهای جوان احساساتی هن، تحت تاثیر قرار میگیرن موقعی که ایده اونا رو وادار بکنه به این کار. اگه اینو نقاب داشتن، بله، اگه تشویق مالی بشن، بهشون پول بدن برای این کار. حالا از اونم که توضیح شده میدونید که بله، یعنی پلیس دخالت نمیکرد. همین توزیع پول از بیرون الان سند دست پلیس هست، یعنی خیالشون راحته. اینا عملا برای سری آدم مجرم که توطئه کردن، توطئه مشترک، توطئه به اصطلاح سازمانی داشتن، وارد عمل شدن. ببینید یک از دوستان ما در همین کلمبیا دخترخانه‌ای بوده اونجا که بیشتر از همه شعار میداده، بیشتر از همه سینه شعار، نقش فرماندهی داشته. رفته تلفنش باز کرده، عکس نقش خاورمیانه و آسیا رو بود، گفته اینجایی که تو داری میگی فلسطین کجاست؟ نتونست بدم. نگاه کرده کلی کشته، دستش گذاشته رو سریلانکا. فاصله سریلانکا تا غزه 4200 کیلومتر. اقلا شما 10 ساعت پرواز دارید از اونجا بخواد. باور میکنم که بسیاری به فقط نه اینکه حالا بخوایم بگیم که همه بهشون پول دادن، ولی باور میکنم که بسیاری احساساتی شدن، بسیاری فکر میکنن که دارن برای آزادی تظاهرات میکنن، در حالی که تمام این اتفاقاتی که این چند روز این یا این یکی دو هفته اخیر اتفاق افتاده همش به ضرر هم کشور اسرائیل هم فلسطینی‌ها، یعنی کمکی نکرده، هیچ کمکی نکرده، هیچ برعکس 2 مرتبه خشونت رو دامن زده و اجازه نمیدن مردم دوتا، این هم فلسطینی‌ها و هم اسرائیلیا، مردمش، ملتش صلح میخوان با هم زندگی بکنن، میخوان در کنار هم باشن. یه دی زیادی خواهان این هستن که دو کشور باشه، یه دی دیگه که تند رو هستن نمیخوان دو کشور باشه، بازم از دو جهت. یعنی اگه بخواید عادلانه تفسیر بکنید یا تحلیل بکنید، متعصبان هر دو طرف نمیذارن که در اونجا، در اون نقطه و در اون منطقه آسایش و آرامش باشه. و یکی از بزرگترین دشمنان بشریت تعصبه. درسته. من هرچی میگم بارها به شنوندگانم گفتیم، بارها همش مطالعه کردم، مثلا تو این 1000 سال اخیر، 800 سال 900 سال 1000 سال پیش، آدمایی که اون زمان زندگی میکردن توی مناطقی که ما زندگی میکردیم و سفر رفتن، یک مارکوپولوه بکنید از کجا رفته به چین در اون دوره، از تمام مسیرها گذشته، مسیرهای خطرناک امروزی رد شده، از هندوکش رد شده، فکر کنید افغانستان طالبان آدم رد شه، از پاکستان امروز رد شه، وارد مرزهای ایران شه، از طریق دریا، از زمین خشکی، سالم برسه به مملکت خودش. سالم رسیده، یعنی بنابراین امنیت وجود داشته. ناصر خسرو خودمون، ناصر خسرو قبادیانی یه سفر فکر کن 8 سال 7 سال 7 سال در سفر بوده، 7 سال در خطرناکترین مناطق امروزین دنیا. از این مناطق رفته به جزیره العرب، از اونجا رفته به مصر، از مصر بیاد بره به مرو، بره به قبادیان، از اون ور ایران رفته، برگشته سیو ساله. یا حاج واشنگتن بلند شد از ایران رفته واشنگتن در اون زمان، یا حاج سیاح سفری که رفته ده. یا اون جغرافیدان بزرگ تونسی، یا نمیدونم محمود غزنوی خودمون، اهل قزوین ولی به زبان عربی خاطراتش در اون زمان، این جغرافیادان بزرگی، مولوی، شمس تبریزی، فرقی نمی‌کنه، اینا از ایران بلند رفتن ترکیه امروز، از اونجا بره به دمشق، یعنی خطرناکترین محل امروزین دنیا، همه رفتن سالم زن. سعدی رفته حلب، بعد رفته اونجا درس خونده، تحصیل کرده. مولوی 3 سال در بدترین باز نقطه امروز، یعنی کشور جنگ زده سوریه، رفته درس تحصیل کرده، رفته دانشگاه، همه در امنیت بودن، سالم رفتن سالم برگشتن. ولی امروز میشه تو این مسیرها رفت؟ ابدا. اینا که یا پیاده میرفتن با خرشتور، یا با کجاوه، یا با کاروان بودن دیگه. الان شما به هواپیما و اتومبیل میرم نمیتونید سالم برید برگردید، هر آن ممکنه اتفاق برای شما بیفته. کاملا نظر شما درسته. دنیا خیلی ناامن‌تر از گذشته. فکر میکنم که این در کنار این قوانینی که آزادی بیان هست، آزادی گفتار هست، آزادی تظاهرات هست، آزادی اجتماعات هست، همه اینها که بسیار قوانین درستی است و پسندیده، یکی از کارهایی که در ایران قبل از انقلاب نکردن اینی که این انسان‌ها، شما داشتی راجع به خمینی حرف می‌زدی دیگه، این انسان‌ها رو به دانشجویان و دانش آموزان در مدارس، به نظر من باید کتاب اینا رو جزء کتابای کتاب خمینی رو درسی می‌کرد. بله، اصلا جزء خواندن کتابایی که باید حتما بخونن میذاشتن، یعنی انقدر تجدید چاپ میکنن که همه بدونن دارن به مقابله چی، به پیشواز چی دارن میرن، استقبال میکننش. بعد الان من استقبال میکرد اگه میخوندن، ببینید نه دوست داشتن باور کنن که خمینی نجات بخشه، حرفایی که میزنه حرف آسمانیه، این چیزا رو بعدا پاکش کردیم. خود نسل جوان برخی هم خونده بودن، گفتن انشالله گربه است، اون تکرار ندیده گرفته بودن. من نمیتونم باور کنم که اعضای جبهه ملی از هواداری کردن از خمینی، اعضای نهضت آزادی، هم کسانی هستن که خودشون اسلام شناس میدونن، یا با سلمان دبش دو آتشه، تیپ مهندس بازرگان، آقای امین انتظام، اون یکی باور نمیکنم نخونده باشن. چطور رسیدن به اون نقطه ای که میشه از یک دختر بچه نوزاد بهره‌گیری جنسی کرد؟ آدم اینو بخونه و دچار سکته نشه یا شکی نکنه در آرا و افکار اون آدمی که نویسنده این اثر. حتما خوندن، گفتن انشالله گودست ندیده گرفتن. نه، این حرف شما رو قبول دارم. من مشکلم با این جماعت متفاوته با مشکلی که با مردم عادی دارم. من میگم مردم عادی واقعا اگه ما از هر 100 نفری که سوال بکنی 99 نفرشون اصلا میگن خمینی کیه؟ اگه میدونستن من فکر نمی کنم که این چنین دنبال روشنفکرانی میرفتن که فکر میکردن این جمله اصلا دیگه معروف شده. گفتن ما چکمه از پای شاه در آوردیم، امامه از سر نعلین از پای آخوند در نمیاریم. این فکر رو میکردن. انشالله گربه است که شما میگید. یعنی فکر میکردن توانایی و قدرتشون بیشتر از آخونده. اونها هم درست آخوند رو نمیشناختن، نمیدونستن که این اگه یه جا بیان یکیشون کی بود. مثل اینکه یا خلخالی گفته بود میگن اینا کی میرن، مگه ما اومدیم مهمونی که بریم. قرائتی گفته بود. در نتیجه آگاه کردن مردم آمریکا، نمیدونن که اون حماسی که دارن ازش دفاع میکنن اگر که یه روزی بخواد این حماس بر سر کار تو مملکت خودشون باشه چه به سر خودشون میاره. ماها وظیفمونه که بهشون بگیم. دولت آمریکا وظیفشه که به اینا بشناسونه، یعنی کشورهای مختلف و حکومتهای مختلف و رژیمهای مختلف و این که 4 تا چیز کتاب و نوشته های درسی تنها رو و بقیه قربانی میشن. ببین بعد بقیه رو اینا تعمیم میدن دیگه فکر رو. ببین با الان 60 میلیون امروز آقای دکتر میلانی هم میگه ببین 50 تا 60 میلیون مسلمان داریم تو دارالکفر، یعنی در کشورهایی که مسلمانان اونها رو کافر میدونن. در گذشته مسلمان ها سفر نمی رفتن به کشورهای دارالکفر. اینا رو عیناً دارن به نقل از آقای میلانی میگم امروز. حرفش قشنگ. واقعا بخش عمده‌ای از این مسلمان ها دارن زندگیشون نمیکنن، بیچاره کاری ندارن، یعنی آدمای افراطی نیستن، ولی این اقلیت داره همه رو بدنام میکنه. یعنی اگه شما بخواد توضیح بدید درباره این اقلیت، ناچارید به خود کل مذهب و دین بپردازید. بعد ببینید این 60 میلیون داره قربانی میشه. اونا چه گناهی کردن؟ ببین امروز آلمانیه دیگه واسش فرقی نمیکنه، همین که میبینه بغل دستش همسایه دیوار به دیوارش مسلمانه میترسه به طور اتوماتیک. حتی این آدم نجیبی باشه، شریف باشه، ارزش‌های مملکت رو هم قبول داشته باشه، سر در کار خودش داشته باشه، ولی معذالک اون اعتقاداتی که حالا از اون طریق شناخته میشه هویتش، برای اونا ترساننده است، ایجاد وحشت میکنه متاسفانه. یعنی اقلیت کوچک باعث شد که یه قوم بزرگ و اقوام متعدد از کشورهای مختلف حالا هویت دینی اسلامی دارن، اینا عملا دچار تبعیض بشن یا زیر فشار روحی قرار بگیرن، بچه‌هاشون تو مدارس و معلوم نیست تهش به کجا برسیم. این تا به نظرم شروع بدیه. خیلی شما مثلا فرانسه رو در نظر بگیرید آقای میبدی. فرانسه کسانی الان دارن اعتراض میکنن، کسانی تو خیابونا هستن، کسانی رفتن شغلی عبدو اون کشتاری کردن که نسل سوم مهاجرینی از الجزایر و مراکش اینجا به فرانسه اومد. نسل سوم، یعنی تو دامن همین کشور بزرگ شدن، ولی قوانینشون شاید قوانینی بوده که اینا رو به صورت اقلیت نگاه میکرده، براشون شاید زندگی راحتی رو فراهم نمیکرده، یا اونا به دلیل اینکه جابجا شدن انتظارات بیشتری داشتن. حرف شما رو دارم تایید میکنم، یعنی قضیه به این سادگی ها برطرف نمیشه. شما این 3 نسله، یعنی دیگه باید بوده شسته شده باشه، باید بوده چشمش یه چیز دیگر رو ببینه، چشمش باید بوده دنیای تازه تری رو ببینه، در محیط تازه متفاوتی داره بزرگ میشه، ولی خشمش هنوز بجاست، تعصبش بجاست. این صدمه و لطمه‌ای که به عنوان اقلیت خورده در این گتوهایی که برای اونا درست شده تو پاریس و اینور اونور، عصبانیشون کرده. و بعد چجوری میشه اینا رو جمع جور کرد؟ من الان دغدغه فکری من اینه که خیلی خب حالا این اتفاقا اینجا افتاد، اینجوری شد، این دانشگاه اینجوری شد، حالا بالاخره پلیس هم اومد و دانشگاه رو بست و دانشجوهایی که 4 سال پیش به خاطر کرونا نتونستن جشن فارغ التحصیلی دبیرستانشون رو بگیرن، الان به این دلیل نمیتونن جشن فارغ التحصیلی دانشگاهشون رو بگیرن. یعنی واقعا یه عده‌ای هم اینجا دارن، یه دم دارن صدمه میبینن، یه از دانشجوها قربانی میشن واقعا. بعد پیش خودم فکر میکنم نه من تجزیه تحلیل سیاسی بلدم بکنم، نه آینده نگری میتونم بکنم، ولی هر چی فکر میکنم به هر جایی که فکرمو رها میکنم که بره جلو، میبینم اصلا نوری از امید یا نوری از تای تونل روزنه نوری نیست. کاملا درست، یعنی شروع بدیه. امیدوارم یه فکر اساسی بشه برات. خیلی و ما شرمنده میشیم، شرمنده نسل بعدی میشیم که داریم چی تحویلشون میدیم. هفته پیش من با کی صحبت میکردم که حرف این بود که خب این مهاجرینی که اومدن یا این پناهجویانی که آمدن تو کشورهای اروپایی، خب زیر فشار بودن، در مورد تبعیض بودن، چهرهشون فرق میکرده، قیافهشون فرق میکرده، لهجهشون فرق میکرده، زبان بلد نبودن، هی دچار عقده حقارت شدن، هی اینا در این خشونت درشون تقویت شده و کار به اینجا کشید. من گفتم نه، اینا دنبال بهانه هستند، اینا رو بهانه بکنن برای اینکه شورش بکنن، چون ذهنیت مذهبی دارن. مذهب بهش گفته آقا تو اومدی به جایی که اینجا دارالکفره. خب چرا همین خصوصیات رو بچه های ایرونی هم دارن؟ یعنی سبز رو هستن، موهاش سیاه دارن، اینا مورد تبعیض دارن، اینا مهاجرن. چرا قاطی اینا نشدن؟ چرا اینا نمیگن ما خلافت اسلامی میخوایم؟ دقیقاً برای اینکه چرا در یکی از این تظاهراتی که برگزار شده تو تمام آمریکا، تو دانشگاه‌های مختلف، تو اروپا، به ویژه در هفته‌های اخیر، یک ایرانی شما نمی‌بینید. برای اینکه ستم دیده از اون رژیم، ستم دنبال بهانه نیست. بله. دنبال بهانه نیست. ذهنی اونا ذهنیت مذهبی دارن، دنبال بهانه بودن که بیان این کشورها رو بگیرن، تصرف بکنن، اینجا خلافت ایجاد بکنن. رفتن با دانشجویانی که به قول شما در همون مدارس بزرگ شدن، تو همون ممالک بزرگ شدن، بهشون نظرسنجی کردن، 67.8% میگه قوانین قرآن مهمتر از دموکراسی و قوانین شماست. شما موقعی که گروگانا رو گرفتن نبودید امریکا. ما امریکا بودیم و واقعا یک جو ضد ایرانی درست شده بود که من الان پیش خودم فکر میکنم، میگم واقعا ملت نجیبی هستیم ما، برای اینکه هم در اون موقع، هم در موقعی که برج‌های نیویورک رو زدن 11 سپتامبر، اولش تا فهمیدن چه کسانی هستن، یه مقداری هم بدبینی نسبت به ایرانی‌ها باز پیدا کردن، ولی هیچ کدام از ما، همین حرفی که شما میزنید همیشه تو ذهن منم بوده، در مقابل آنچه که با ما کردن در دوران گروگانگیری، با بچه‌های ما تو مدرسه کردن که از ایرانی بودن خودشون بچه‌ها بعضی موقع مجبور شدن میگفتن ما یونانی هستیم، ما ترکیم، ما نمیدونم ایتالیایی هستیم، اینا هیچ کدوم از این کارا رو نکردن. عکس‌العمل خشونتبار نشون ندادن، ناراحت شدن، عصبانی شدن، به پدر مادرشون اومدن گفتن بابا بیاید به مدرسه بگید که تقصیر ما نیست، ما خودمون فرار کردیم از دست این آدما. ولی حرفتون خیلی درسته، من فکر میکنم واقعا ایرانی جماعت نوع برداشتش یکی اینه که شما دارید، این تحلیلی که شما میگید درسته، و یکی هم اینی که من فکر میکنم از دست رژیمی ما فرار کردیم اومدیم اینجا که میدونیم آینده چیه. اگر که این کار اینا بخوان دنبال بکنن، آینده اون مملکت چه جوری میشه؟ میگم 15 خرداد، چیزی که ما داریم میبینیم 15 خرداد. دقیقاً. بعد هما جان اون زمان هم دلیلی که ایرونی عکس‌العمل نشون داده به خاطری که میتونید چی به اینا حق میدادن، گفتن راست بلایی که سر اینا اوردن ایران، اینا حق دارن عصبانی باشن، حق دارن عصبانی باشن. به این همه سال این ورم هست، البته 45 ساله در جمهوری اسلامی هر نماز جمعه، نه فقط تو، در 10 ها شهر و شهرستان میگن مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا. بله. شده یه بار آمریکایی‌ها بریزن تو خیابون بگن مرگ بر ایران؟ نه خیر. شده عمل به مثل بکنن، پرچم ایران رو آتیش بزنن؟ تو ایران 1000 بار این کارو کردن، 1000 بار جمهوری اسلامی این کارو کردن. این مردم بی نجابت‌های دارن، مردم آمریکا اینا و ایرانی‌ها اینا رو خوب درک کردن به نظر من. شاید به همین لازم بهشون حق میدادن دیگه. هما جان از خیلی ممنون، فوق‌العاده بود. من از شما سپاسگزار. خیلی نه، چند تا تجزیه تحلیل درخشان امروز از شما شنیدم، بررسی‌های فوق‌العاده. امیدوارم که اینا هشدارهایی باشه که باعث روشنگری بشه. بد فازیه، امیدوارم شدید سریعا مسیر رو خود این جامعه تغییر بده و من مطمئنم آمریکایی از پسش برمیان. امیدواری نیست. خیلی تولرانس دارن. نی؟ خیلی زیاد دارن. زیادی. ولی همین امروز شما میگی من میخوام برم بغل دانشگاه کلمبیا دو تا مسجد بزنم بهتون اجازه میدم. زمینم بهتون میدم. زمینم بهتون میدم. آخه فواید چیزم داره، فواید مالیاتی هم داره. مالیات هم میتونم پرداخت کنم. خب یه خبرم بهتون بدم، خبر خوب. آقای دکتر میلانی هم جزو کسانی بودن که امسال مدال الیس آیلند میگرفتن. دکتر میلانی بله. خب به من نگفتن امروز، نمیدونم، گفتن که اشکال داره، یه تعهدی داشتن از قبل، ممکنه نتونن سفر کنن. من بهشون خیلی تشویقشون کردم، چون خود من یکی از کسانی بودن که نامزدشون کرده بودم. گفتم که برن که تجربه خوبی، حالا ازشون بپرسید و من میپرسم ببینم رفتن یا نرفتن. بسیار ایشون هم به حقشه بیرانی حقش زحمت میکشه. فراز جان تشکر میکنم. هما سرشار عزیز خیلی سپاسگزارم. هلن عزیز تشکر میکنم. آقای فرهادی، فرزین فرهادی عزیز و جو خاچاتوریان. چقدر صدای زیبایی داره هلن، فوق العاده، و چه آهنگار قشنگ میخونه. خیلی اصلا ملکوتی صدا نیست. موفق باش.